یه آجی میرزایی، ابتدا به این که الان سطح سواد توی کشورمون چقدره؟ چقدر ما همچنان بی سواد داریم و اساساً کی میتونیم جشن پایان بی سوادی توی ایران رو بگیریم؟ در باره سواد آموزی من یه آماری رو ابتدا عرض بکنم. در جمعیت 10-49 ساله که هدف گذاری اصلی سواد آموزی روی این جمعیت هست که جمعیت فعالی محسوب میشه، ما میزان با سوادیمون 96%، این 4%، و امیدوارم انشاءالله با برنامه ریزی هایی که انجام شده بتونن این مقدار رو تحت پوشش قرار بدن. در جمعیت بالای 6 سال هم نسبت با سوادی ما 90% هست، در حالی که وقتی که انقلاب پیروز شد ما 47.5% با سواد داشتیم و این رقم الان به 90% در جمعیت بالای 6 سال کشور رسیده. سواد آموزی هم در ایران نشیب و فرازهایی داشت و این نزدیک 50% اضافه شده. بله بیش از 50%، بله دیگه 42.5%. بله از کنم که سواد آموزی در ایران نشیب و فرازهایی داشت. دوره‌ای خب دوره‌ای بود که شتاب گرفت، فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شد. هرچقدر که به سمت عددهای نهایی میریم جمعیت پراکنده تر میشه و کار دشوارتر میشه. قطعا همکاران ما در سازمان نهضت سواد آموزی همه تلاششون رو میکنن که انشالله هرچه زودتر شاهد محو بیسوادی باشیم. اما برای محو بیسوادی مهم این هستش که ورودی به بیسوادی بسته بشه. یعنی کسانی که به سن تحصیل میرسن دسترسی به آموزش داشته باشن و ترک تحصیل نداشته باشیم. ما الان برای تحت پوشش بردن کسانی که به سن تحصیل رسیدن امکانات خودمون رو و برخی از نهادها و دستگاه‌های دیگر رو بسیج کردیم. با همکاری که با سازمان ثبت احوال داریم، از روی کد ملی همه متولدینی که باید به کلاس اول بیان اینها رو شناسایی میکنن، به دفاترمون توضیح کردیم و از اونها خواستیم که پیگیری بکنن. در طی این سالهای دولت تدبیر و امید حدود 140,000 نفر از بچه‌هایی که قبلا تحت آموزش قرار نگرفته بودن تحت آموزش قرار